برای تارا همه چیز همانطور است که قبل از دادن آزمون سنجش ضریب هوش بوده اما حالا تارا و خانوادهش می دانن که او بالاترین امتیاز ممکن را برای یک کودک 11 ساله در یک آزمون سنجش ضریب هوش کسب کرده تارا حالا عضو منساست معتبرترین جامعه تیزهوشان جهان of... این امتحان را از روی کنجکاوی دادم انتظار نداشتم که بالاترین نمره ممکن رو بگیرم پیوستن به منسا فرصتهای خوبی برام ایجاد میکنه و باعث میشه که اعتماد به نفسم بالا بره نابغه ای ایرانی بالاتر از نابغه... خیلی از رسانه های داخل و خارج ایران که خبر کسب بالاترین امتیاز تارا را پوشش دادند ادعاهایی کردند که البته صحیح نبود مثلا امتیاز تارا را با آلبرت انیشتن و استیون هاوکینگ مقایسه کردند پیش از این فقط انیشتین و استیون هاوکینگ تونسته بودن نمره هوشی 161 رو به نام خود ثبت کنند چنین مقایسه اصولا درست نیست به این دلایل اول اینکه انیشتن هیچ وقت آزمون هوشی نداده و اگر پروفسور هوکینگ هم آزمون هوشی داده باشه نتیجهش هیچ وقت عمومی نشده. دوم اینکه نتایج آزمون های هوش مرتبط با سن. بنابراین نمیشه نتیجه آزمون یک کودک رو با نتیجه آزمون یک بزرگسال مقایسه کرد. سوم هم اینکه چندین نوع آزمون سنجش ذریب هوشی وجود داره امتیازی که ذریب هوشی رو در دسته نابغه یا کمتوان قرار بده برای هر آزمون متفاوته مثلا در یک آزمون امتیاز 145 به بالا یعنی نابغه در آزمون دیگه امتیاز 164 به بالا یعنی نابغه پس مقایسه امتیاز به دست اومده در یک آزمون با امتیاز به دست اومده در یک آزمون دیگه مقایسه دقیقی نیست So no, اما چه شد که پدر و مادر تا را تصمیم گرفتن او آزمون هوش بدهد از همون بچگی تا های خاصی از خودشونشون میداد سالی که میکرد سالهای عمیق پیچیده ای بود از سه سالگی شروع به خواندن کرد تو مدرسه هم از همون اول جزء دانش آموزان با استعداد خاص و باهوش شناخته شده بود وقتی هم که مدرسه ابتدایی را تموم کرد بری مدرسه گرامر امتحان داد بالاترین نمره بود. خب به تبر ما این سال ایجاد شده بود که هوش اون چقدر هست لین کندل که سالهاست با کودکان تیز هوش کار می کند می گوید نیازی نیست که همه آزمون هوش بدهند The education system is a production line. سیستم آموزشی مانند یک خط تولیدیه اگر ذریب هوشی متوسط داشته باشی سیستم آموزشی خیلی کارآمده. اما اگر توانایی فرد خیلی پایین یا خیلی بالا باشه این خط تولید جوابگوی همه نیازهای کودک نیست بنابراین گاهی نیازه که بفهمیم تواناییامون چقدره و چطور آموزش کمک میکنه از پتانسیلمون بهترین استفاده رو بکنیم hate زیادی به آزمونهای ذریب هوشی شده اینکه اونها دقیق نیستند و نتیجهش تنها یک بود از شخصیت فرد رو نشون میده و منعکس کننده تصویر درستی از توانایی های شخص نیست <applause> نتیجه این آزمون هیچ چیز با ارزش رو درباره شخصی که این آزمون رو داده نشون نمیده مثلا آزمون هایی که سازمان های مانند منسا میگیرند این فرصت رو برای شخص ایجاد نمی کنه که تواناییاش رو نشون بده این آزمون ها فاکتورهای مهمی مثل ترس از امتحان یا اختلالات رفتاری یا روانی رو در نظر نمی گیرند. به نظر من این آزمون ها در موارد خاص باید گرفته بشن اون هم توسط روانشناس مثلا زمان استخدام اگر کارفرمان نیاز داشته باشه که فرد مهارت ویژه‌ای داشته باشه بعد از اینکه نتیجه آزمون ضریب هوشی نشون داد که کودک تیز هوشه پدر و مادر باید چه کار کنن؟ پذیرفتن شکست رو بهشون یاد بدید چون اونها بیشتر موفقیت رو تجربه میکنن. سرعت یادگیریشون بالاست پس پشت کار داشتن رو یادشون بدید. به اونا فقط نگیم چقدر باهوشن، باید به اونها بگیم خیلی مهربونی، خیلی کار خوبی کردی، باید جنبه های انسانی رو هم به هویتی که از خودشون میشناسن اضافه کنن. تارا things برای اینکه تصمیم بگیرد در آینده چه کار کند، خیلی جوان است، اما والدین او میخواهند محیطی برایش فراهم کنند که بتواند دنبال علایق دیگرش مانند شنا و موسیقی هم برود. رجا اسدی بی بی سی